در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم با حضور آقای محمد امینی و به کارگردانی خانم غزاله. برای این برنامه به راستی تعداد کثیری نامه و ایمیل هر هفته می رسد که البته وقت بررسی این تعداد اخیر در اینجا یعنی جا نداره، الان وقت نداریم، فقط یکی از اونها رو براتون بخونم. سلام آقای دکتر امینی عزیز، ممنون از روشنگری و ریزبینی تاریخی شما. مشتاقم درباره جنبش باب و روند شکلگیری بهائیت بدانم. به کدام سخنرانی یا مقاله شما میتوانم مراجعه کنم؟ اگر لینک خاصی مد نظر شماست لطفاً معرفی بفرمایید. با آرزوی توفیق روزافزون برای شما و روشنگری های شما، مسعود. و من در اینترنت بیدرنگ دیدم انجمن سکولار دموکراسی اورنج کانتی اعلان کرده که آقای امینی 29 جولای چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر درباره جنبش‌های سیاسی مذهبی ایرانیان در سده‌های دوم و سوم پس از ظهور اسلام، همچنین در باب بهائیت و مهدیگری تاریخی سخن خواهند گفت که محل برنامه‌شون است او سی پلازا 2575 مک‌کیپ وی ایرواین کالیفرنیا 92614 که ورودم برای همگان آزاد است. آقای امینی سلام بر شما. درود بر شما جناب موری. با عرض ارادت. موضوع سخنرانی یعنی شش گفتار من در اورنج کانتی پیرامون جنبش باب و پیامدهای اون هست. من کمتر به مسئله بهائیگری خواهم پرداخت، بیشتر به جنبش باب خواهم پرداخت و کاری است که سالیانی است که در مورد اون کار کردم، در مورد جنبش باب. و در این حال خب همون گونه که میدانید و همیهنان گرامی هم آگاه هستند، من کتاب شیعه‌گری احمد کسروی رو با افسوده‌های بسیار و حواشی منتشر کردم. کتاب صوفیگری هم همچنین بر اون نقد کردم و حاشیه نوشتم و اون کتاب شاید 80 صفحه‌ای اینک با 400 صفحه منتشر شده و بناست که کتاب بهائیگری رو هم که پیشتر نمیخواستم وارد این بحث بشوم، اون رو هم به همین روال شیعه‌گری و صوفیگری به نقد و چالش بکشم و اون رو منتشر بکنم. ولی این کار مربوط به جنبش باب که به نظر من موضوع بسیار بسیار حساس و برجسته و بزرگی در تاریخ 200 سال گذشته ایران است، جای بررسی و گفتگو دارد و من در این رشته گفتگوهای خودم، گفتارهای خودم در پیرامون جایی که زندگی می کنم در این 5 یا 6 هفته آینده برنامه‌ای رو خواهم داشت. سپاسگزارم که شما این رو اعلام کردید. همیان گرامی هم که در این باره پرسیدن، امیدوار هستم که پس از در آمدن کتاب من در باره جنبش باب یا همچنین در مورد بهائیگری، بخشای از اون رو بتونم در اینترنت قرار بدم تا همیهنان به اون دسترسی داشته باشن. این داستان یعنی تاریخ جنبش باب و بهائیت خیلی پیچ در پیچه، خیلی ماجراها در این تاریخ وجود داره کاملا و خیلی اثر نظرهای متفاوت. خب طبیعی است جناب محی، برای اینکه ما به هر روی از درون جنبش باب نه تنها به جریان بابی و ازلی دست یافتیم، بلکه از درون چنین جریانی یک آیین مذهبی هم بیرون آمده، یعنی آیین بهائی. و به هر روی با این آیین شیعیان سخت دشمنی دارند، یعنی بزرگان شیعی این آیین رو دستپخت دولت بریتانیا میشمارند به نادرست. و
و در حالی که یک آیین است، یک باور مذهبی است، باور داشته باشید یا نداشته باشید، بر روی باوری است در میان بخشی از مردم در ایران و جهان، ولی بر روی جنبش باب و آنچه که از درون جنبش باب بیرون آمد و پیامدهای اون ماندگاری در تاریخ ایران داشته، نه تنها در صورت آیین بهایی، بلکه در تأثیری که بر جنبش مشروطه اندیشه‌های بابی گذاشته و تأثیری که بر ساختار روحانیت شیعه گذاشته. اینا موضوع بسیار حساسی است که متاسفانه به دلیل نزدیکی تاریخیش با دوران ما و حساس بودن مسائل اون با باورهای مذهبی جامعه و تاریخ نمیتوان و سیاست نمیتوان چندان به اون پرداخت. راستی هم این است که حالا از جنبش باب بگذاریم، چون بابی ها در دوران مشروطه مرغ عذاب عروسی بودند، هر کس رو که میخواستند بکوبند و بکشند میگفتند او بابی است، و در دوران شاید 60 70 80 سال گذشته هم بهائیان چنین نقشی رو در جامعه ایران داشتند و مورد آزار قرار گرفتند. حتی در دوران پس از 28 مرداد، هنگامی که هواداران دربار بعد از تا میخواستند به روحانیان امتیاز بدهند به دلیل پشتیبانی اونها یا سکوت اونها در برابر رویدادهای براندازی مصدق، نخستین کاری رو که انجام دادن ویران ساختن یک مرکز بسیار مهم حضیرت القدس بود که همین آقای باتمانگلیج با کلنگ پیکره اون در روزنامه های اکسش هست. بله بله، با کلنگ با افتخار ایستاده که داره این حضیرت القدس رو ویران میکنه. چرا؟ چون میخواستن در اون دوران علا برود به بغداد، ایمان بغداد رو ببنده، و به این ترتیب آقای فلسفی رو فرستادن بر منبر، آقای بروجردی هم موافقت کردن، بیشتر تبلیغات علیه بهائیان بود و رفتند و پیمان بغداد رو بدون سر و صدا و واکنش بستند. و این از گرفتاری های جامعه ماست که باورمندان به یک آیینی، حالا شما این آیین رو دوست داشته باشید نداشته باشید، آیین درستی باشد نباشد، بر روی قربانی مقاصد سیاسی می شوند. ما در تاریخ از این گونه زیاد داشتیم، کسانی که خیلی میخواهند به گذشته برگردن بروند و تاریخ بیهقی رو در مورد به دار آویختن حسنک وزیر، شاید یکی از درخشانترین و زیباترین بخشهای تاریخ بیهقی باشد، بخوانند که چون خلیفه گفته بود که او قرمتی است یا به آیین باطنیان باور دارد، او رو به دار کردند و خیلی اون زمان میگفتند رافضی و قرمطی و چیزهای از این دست، امروز میگویند بهایی و جاسوس اسرائیل و چیزهای از این دست. آقای امینی راستی، شنیدین که برخی میگویند که بعد از تشکیل، یعنی در واقع به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و شش قدرت بزرگ، قرار است که به آقای محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه امریکا نوبل صلح بدن. این درسته؟ بله، این یکی از چه می‌خندی؟ یکی از گروه‌های کاندیدا کننده در سوئد که بخشی از این پروسه یا پروژه کاندیداتوری برای جایزه نوبل هست، آقایان کری و ظریف رو برای دریافت جایزه نوبل پیشنهاد کرده. به نظر من یکی از شرم‌آورترین پیشنهاد هاست. افسوس که آقای جان کری باید قربانی همردیف قرار گرفتن در کنار آقای ظریف بشود. جان کری یک شخصیت بسیار استوار در سیاست ایالات متحده آمریکا به شمار می آید. آدمی است که شهرت خودش رو پیش از اینکه سناتور بشود در مخالفت با جنگ ویتنام به دست آورد، با اینکه خود او در جنگ ویتنام به عنوان یک مخبر، به عنوان یک روزنامه‌نگار سرباز شرکت کرده بود. هنگامی که از جنگ ویتنام بازگشت، به یکی از سخنگویان بسیار سرشناس در مخالفت با جنگ ویتنام تبدیل شد. آدمی است که از پشتیبانان حقوق بشر بوده و از شمار سیاستمداران روی هم رفته پیشرو در
ایالات متحده آمریکا به شمار می آید و یک بار هم کوشید برای ریاست جمهوری و ناموفق و شکست خورد. و به داوری من کاری که آقای جان کری در این دور مذاکرات انجام داده شاید ایشان رو شایسته جایزه نوبل بکنه، ولی اینکه آقای جان کری رو در کنار آقای ظریف می نشانند گرفتاری بسیار بزرگی است. نه به این دلیل که من دشمنی شخصی با آقای ظریف دارم، من اصلا از پیشینه آقای ظریف چندان آگاه نیستم و چندان هم نمیدانم که ایشان چه کار شگرفی در این چند ماه تا چند سال کردن. آنچه که میدانم این است که دادن جایزه نوبل صلح به نماینده‌ای از دولت جمهوری اسلامی به راستی پشتیبانی از یک حکومت جنایتکاری است که دست او به خون مردم ایران آغشته است و اون هم در تابستان سالگرد تابستان خونریز 67 که آن همه جنایات در ایران شد. آقای ظریف و دولت آقای روحانی با همه واقعیتی که باید بگویم که من از این پیمان پشتیبانی میکنم، من بر این باور هستم که این توافقنامه به سود جامعه ایران و به سود صلح و به سود آرامش در خاورمیانه خواهد بود، باور ندارم که باید به یکی از مذاکره کنندگان این پیمان یا این توافقنامه اصلا جایزه ای داد. اگر بناس جایزه ای داده بشود خب خوب است این جایزه رو به رهبر بدهند، چون این توافق رو هیچ کس بدون صلاح دید رهبر نمیتوانست انجام بدهد. بد نیست آقای خامنه ای رو کاندید کنند برای گرفتن جایزه صلح نوبل و اصلا شاید ایشان به عنوان سمبول حقوق بشر در دنیا شناخته بشوند. راستی این است که دادن و نه تنها دادن بلکه کاندیدا کردن جایزه نوبل برای فردی از یک حکومتی که وزیر امور خارجه حکومتی که حکومت سرکوب و دشمنی با حقوق بشر است یک رفتار کودک‌کش و زن‌کش و همه چیز، یعنی شما نگاه کنید شیعه کش سنی کش. ببینید جناب محیط، ما امروز در ایران تنها دولت دینی جهان رو داریم، در کشوری که با این همه پیشینه تاریخی افتخار جامعه بشری بوده ما یک دولت دینی داریم که تجاوز به حقوق بشر می کند، ماجراجویی در منطقه به راه انداخته و می آیند آدمی رو به دلیل اینکه عقب نشسته در مقابل فشار دنیا و تحریم ها و پذیرفته که این کارزار هسته‌ای به زیان جامعه بشری و مردم ایران بوده، پس از خرج نزدیک به 200 میلیارد دلار از دارایی مردم ایران پذیرفته و واپس نشسته و به پیمانی تندر داده که بیشباهت به پیمان ترکمانچار در دخالت در امور داخلی ایران نیست و باید هم تندر می داده، ما به این آدم ها بیاییم و جایزه نوبل بدهیم. مانند این است که به هیروهیتو که نشست و با مکارتور پیمان تسلیم ژاپن رو امضا کرد، به دلیل اینکه تسلیم ژاپن شده به ایشان جایزه صلح بدهیم، که آقای امپراتور ژاپن که یکی از برانگیزانندگان جنگ در اونجا بوده و هوادار میلیتاریست ها بوده، نظامیان ژاپن بوده، یا کسی که در مثلا در آلمان تسلیم آلمان رو امضا کرده، به اینها جایزه بدهیم. آقای ظریف تسلیم ایران رو در مقابل فشار جهانی امضا کرده و باید هم امضا میکرد، چون راهی جز این در برابر این حکومت نبود و این حکومت شایسته شناسایی برای جایزه صلح نوبل که سهل است، جایزه حتی هنرپیشگی خوب هم نیست، تا چه رسد جایزه صلح نوبل. من فکر می‌کنم این یکی از شرم‌آورترین پیشنهادها است و باید جامعه ایرانی اپوزیسیون مخالفان حکومت کارزاری برای جلوگیری از دادن این جایزه به آقای ظریف درپا بکنند و مخالفت بکنند به اینکه نماینده ای از سوی حکومت ایران جایزه ای برای صلح بگیرد. حکومت ایران هنگامی شایسته جایزه خواهد بود که زندانیان سیاسی را آزاد بکند، حقوق بشر را در ایران اعمال بکند، انجام بدهد و پشیمانی خودش را از کشتارها و جنایات علیه مردم ایران اعلام بکنه و شخص آقای خامنه ای
سالهای پایانی عمر خودشون رو در قم یا مشهد که به هر حال در اونجا دنیا آمدن بگذرانند و دست از سر مردم ایران بردارند، نه اینکه به دلیل واپس نشستن در مقابل فشار جهانی جایزه ای به اونها تعلق بگیره. خب آقای ببخشید جناب مهری، همیهنان گرامی، من دچار احساسات شدم چون دراستی شرمگین میشدم از اینکه بشنوم که حتی در میان همیهنان ما هم کسانی میگویند که خب آقای ظریف برون با این لبخند و با این رفتار ملکوتی خودش مانند مصدق توانست با رفتار بسیار زیبایی دنیای غرب رو مهار کنه و مذاکره کنه، در حالی که فراموش میکنند اصلا بدون تفاهم و توافق رهبر آقای ظریف آب نمیتوانست بخوره، اجازه نداشت که توافق انجام بده. این توافق رو جناب خامنه‌ای تصویب کرده، پذیرفته، جام زهر رو ایشان نوشیده. اگر میخواهید جایزه ای بدهید به آقای خامنه‌ای باید بدهید. جایزه نوشیدن جام زهر؟ چه میدونم به اسمش دیگه جایزه صلح نوبل نمیتوان. خب جناب امینی، به مناسبت سالروز 30 تیر، از این قیام 30 تیر بیش از فکر میکنم 6 دهه میگذرد. بله. و در رابطه با اون مقاله ها، کتاب ها و اظهار نظر 71 سال. بله؟ 70 سال. بله. 70 سال. بله. و اظهار نظرها و تفسیرهای متفاوتی با دیدگاه های متفاوت در باب 30 تیر ارائه شده. ببخشید من اشتباه کردم، نه 70 سال نمیده، 60 سال. درست فرمودید شما. بروی بعد از این همه مدت جوانان امروز ما فکر میکنم نیاز داشته باشن که یک تاریخ درست از این واقعه در اختیار داشته باشن که فریبکاران رو نخورند. به نظر من که تعدادشون هم کم نیست جناب موری. بفرمین که 30 تیر چه بود؟ چرا اتفاق افتاد؟ چه ربطی به مصدق داشت؟ چه ربطی به قوام السلطنه داشت؟ چه ربطی به کشتنیان داشت و کشتیبان؟ بفرمایید. عرض کنم که ماجرای 30 تیر به طور خلاصه به این ترتیب است که زنده یاد محمد مصدق در بهار سال 1330 به دنبال تصویب ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند سال 1329 پذیرفت که نخست وزیر ایران بشود. البته پذیرش نخست وزیری یا پذیرفتن نخست وزیری از سوی او شاید یک برنامه از سوی دیگران هم بود، به این معنا که کسانی که به او پیشنهاد کردند که نخست وزیری این دوران را بپذیره با اینکه او نمیخواست نخست وزیر بشود، او گفته بودند که سید ضیاء در دفتر انتظار، در اتاق انتظار پادشاه نشسته و اگر شما نپذیرید سید ضیاء نخست وزیر خواهد شد و مجلس هم رأی تمایل به او خواهد داد. این است که میگویند مصدق پذیرفت که این مطلب رو جمال امامی گفته بوده به ایشون. بله، جمال امامی که از دشمنان مصدق هم بود و به نظر من میآید که این کوشش جمال امامی و آدم‌های مانند او برای خونسا کردن مصدق بوده، برای این بود که گمان می‌کردند که مصدق در اجرای ملی شدن صنعت نفت در همون 2-3 ماه نخست شکست بخوره و بی‌شباهت نیست با انتخاب علینده در مجلس نمایندگان در شیلی که او رو هم به این دلیل انتخاب کردن که فکر می‌کردن که پروژه اقتصادی شکست بخوره. مصدق رو تصور درباریان و هواداران انگلستان این بود که او در کار خودش برای این پروژه شکست خواهد خورد. این است که مصدق پذیرفت. حالا به هر روی دلیلی بر این ندارم که می‌دانست که چه پروژه‌ای در پشت صحنه بوده، پذیرفت و نخست وزیر ایران شد و طبیعی است که طبق قانون اساسی باید انتخابات دوره تازه مجلس انجام می‌گرفت.
یکی از پیام‌ها و یا یکی از امیدهایی که مصدق به مردم داده بود ضمن اجرای قانون ملی شورای صنعت نفت در این بود که مسئله قانون انتخابات رو در ایران بتواند حل بکند. در نتیجه یک رشته اصلاحات در زمینه قانون انتخابات آغاز شد ولی به انجام نرسیده بود و انتخابات مجلس 17 در دوران زمامداری دکتر مصدق به انجام رسید، البته با گرفتاری های بسیار اساسی، به این معنی که در بسیاری از شهرها با گرفتاری و تقلب روبرو بودند و این است که انتخابات رو در میانه کار متوقف کردند پس از گزینش 80 نماینده، ولی بر پایه قانون، نه تنها قانون اساسی بلکه سنت قانون در ایران، پس از انتخابات هر دوره نخست وزیر استعفا میداد و مجلس رأی تمایل به گزینش نخست وزیر تازه رو میداد. پیش از این که مجلس این رأی تمایل رو، یا شاید هم پس از رأی تمایل مجلس، مصدق با شاه دیدار کرده بود و در این دیدار با شاه از شاه خواسته بود که اداره وزارت دفاع یا وزارت جنگ، در اون دوران نامش وزارت دفاع بود، وزارت جنگ بر به عهده هیئت وزیران و شخص مصدق باشه و شاه در امور مربوط به نظامیان دخالتی نکنه و شاه این رو نپذیرفته بود. اصلا این گونه گفته می شود که شاه در این گفتگو با مصدق اشاره کرده بود که این جزء حقوق من در قانون اساسی است و اگر این حقوق رو از من می خواهید بگیرید پس بگویید که چمدانم رو ببندم و کشور رو ترک کنم. مثل که مصدق خودش هم نوشته که شاه فرمودن خوب است اول من چمدان خودم را ببندم و بروم و بعد شما این کار رو تقبل کنید. خب مصدق نمیپذیره و میگوید که من به اعلی حضرت پاسخ خواهم داد و میآید همان شامگاه بدون اینکه با هیئت وزیران و یاران نزدیکش مشورتی بکنه استعفای خودش رو به دربار میفرسته و میگوید که ادامه نخواهد داد و به این ترتیب مصدق از کار کناره میگیره و به نظر میآید که در اون هنگام چند نفر کاندید نخست وزیری بودند ولی از همه تواناتر دوام السلطنه بود و مجلس شورای ملی یک جلسه ویژه تشکیل داد که بسیاری از نمایندگان در اون شرکت نکردند، تنها 42 نماینده در مجلس حاضر شدند. جبهه ملی هم نرفتن؟ نرفتن. خیلی ها به جز جبهه ملی هم خیلی ها نرفتن. حد نصاب پیدا کرد، 42 نماینده رفتن و از 42 نماینده 40 نفر به رأی اعتماد به قوام السلطنه دادند و همان لحظه شاه هم فرمان نخست وزیری رو به نام قوام صادر کرد. البته قوام شروطی داشت برای پذیرش نخست وزیری ولی به نظر می آید که نتوانسته بود با شاه در این زمینه دیدار بکنه و قوام نخست وزیری رو پذیرفت و یک بیانیه بسیار تندی رو از رادیو به نام او خواندند که به بیانیه کشتیبان را سیاستی دگرآمد معروف شد و در واکنش به این بیانیه از همون فردای این بیانیه پس از اعلامیه جبهه ملی و سپس اون نوشته معروف آیت الله کاشانی که گفته بود من خودم کفن می‌پوشم و به خیابان می‌آیم، گروه گسترده‌ای از مردم به خیابان ریختند. البته حزب توده ادعا می‌کند که آنها هم در این جریان بسیار نقش داشتن. اعلامیه حزب توده خیلی دیرتر از اینها در آمد و کار آغاز شده بود و ماجرای سیتیر به وجود آمد و در روز سیتیر شماری از مردم پشته شدند و شواهد زیادی در دست است که علا از جمله وزیر دربار به قوام گفته بودی که جلوی کشتار مردم رو بگیرید و سرانجام هم به قوام تکلیف کرده که استعفا بدهد چون این کشتار به زیان دربار و به زیان جامعه ایران خواهد بود. علا از شمار شخصیت‌های بسیار منطقی دولت پهلوی به شمار می آمده. در کنار علم از شمار آدم هایی بود که به جنبه های عملی کار خیلی زیاد نگاه می کرده. ولی آقای امینی من شنیدم که ایشون به شاه پیشنهاد کرده که
قوام سلطنه رو بیاره. بله، علا پیشنهاد پیشنهاد نخست وزیری قوام از سوی علا هست و به همین دلیل هم پس از این فاجعه روز سی تیر که به روی مردم آتش میگشایند و عده‌ای کشته میشوند که علا انتظار نداشته که چنین کاری انجام بشود، اصلا انتظار نداشتند که مردم واکنش نشان بدهند به این صورت. خود علا هستش که با قوام صحبت میکنه و از او میخواهد که استعفا بدهد و خیلی از یاران خود قوام هم پیش میآیند، پیش میفتند و به قوام میگویند که به صلاح اوست که از کار کناره بگیرد. آقای امینی، ارسنجانی در مورد اون بیانیه یه مصاحبه کرده بعدها و گفته که من به قوام سلطنه گفتم که مصلحت نیست خودتون رو وارد این بازی ها بکنید، این کار خطرناکیه. این بیانیه توش چی بوده که اینقدر مردم در بیانیه، در این بیانیه قوام اعلام کرد، یعنی در این بیانیه که به قوام منتسب هست، البته بنده گمان نمی کنم این رو قوام نوشته باشه، از زبان قوام در رادیو خوانده شده، گفته است که ما نه تنها کشتیبان رو سیاستی دیگر آمد، بلکه دادگاه های انقلابی برپا خواهند کرد و هر کس که مخالفت بکنه اونها رو در دادگاه انقلابی محاکمه خواهند کرد. گفته بود وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنن. بله. خب دادگاه انقلابی یعنی اعدام، یعنی من در خیابان ها اعدام خواهم کرد شما. این البته به روش خودکامانه قوام شبیه هست. میدانی که قوام اون هنگامی که در خراسان هم والی بود، والی مطلقی بود، والی خودکامه بود. هر دور هم که نخست وزیر شد، نخست وزیر فوق العاده خودکامه به شمار می آمد و هنوز در اندیشش اون رفتارهای دوران قاجار وجود می داشت. ولی بعید می دانم که این سندی که به نام او در رادیو خوانده شد از خامه قوام بر کاغذ نشسته باشه، چون من باورم این است که قوام درایت بیشتری در این زمینه داشت که چنین بیانیه‌ای بیرون بدهد. و این بیانیه جالب است، این نوشته که در رادیو خوانده شد پیش از شورش مردم در سی تیر. اگر این نوشته در شامگاه سی تیر در آمده بود، من میگفتم که این واکنش قوام با جنب و جوش مردم است که تصور کرده که توطئه‌ای در کاره. این بیانیه در واقع پذیرش نخست وزیری اوست و پیش از سی تیر، و به همین دلیل هم یکی از برانگیزندگان این جنب و جوش همین بیانیه است، این تهدیدی است که قوام کرده که مردم رو بسیار ناخوشایند بوده که بیایند و به جای فردی مانند مصدق که شیفته دموکراسی و شیفته آزادی و تا حدی حتی علاقمند به رفتار رای زنانه در زندگیش بوده و این رو در همه جا نشان میداده، یک بار شخصیتی رو بپذیرند که به اونها میگوید که من اگر بشنوم که شما در برابر من چوب لای چرخ من میگذارید، دادگاه انقلابی برپا خواهم کرد. و این یک براستی میتوان گفت یه شوکی بر جامعه است. یعنی اگر ببینید مصدق رو برکنار نکرده بودن، مصدق خودش استعفا داد و خود او هم اعتراف میکند که کار غلطی کرد و نباید استعفا داد، ولی چون مصدق استعفا داده بود بدون مشورت با یارانش، در آغاز مردم دچار بغض و حیرت بودن که چرا نخست وزیری مانند مصدق استعفا داده، و مصدق هم دلایل استعفای خودش رو به طور روشنی با مردم در میان نگذاشته بود. بگذاریم که اگر هم در میان میگذاشت چندان مهم نبود، چون میتواند یک نخست وزیر با پادشاه مملکت اختلاف داشته باشه در مورد مسائل اجرایی. ولی به هر روی مصدق استعفا داده بود و از راه قانونی قوام نخست وزیری رو پذیرفته بود، یعنی مجلس حد نصاب داشت، رأی تمایل داده بود و پادشاه فرمان رو به طور قانونی برای قوام صادر کرده بود. اگر قوام رفتار دیگری در پیش میگرفت، چه بسا رویداد سی تیر به این شکل پیش نمی آمد، چون مصدق در 26 تیر ماه استعفا داد، شامگاه 25 و سی تیر چندین روز پس از آن رویداد بلافاصله روی نداد. این اعلامیه قوام یکی از عوامل برانگیختن مردم. کی اینو نوشته بوده آقای امینی؟ کی
کی دستور اجراشو داده بوده؟ ببینید برخی گفتن که خود قوام نوشته. سجادی هم یه چیزای گفته در این باب. من این آقای سجادی در دوران پس از انقلاب مصاحبه‌ای کرده با یکی از مراکز پژوهشی در ایران و گفته که ایشان میدونه که گوینده رادیو بودند و یکی از نخستین گویندگان رادیو هم بودند. یعنی این جالب است که این آقای سجادی هنگامی که برای نخستین بار رادیو ایران در سال 1318 کار خودش رو آغاز کرد، نخستین پیام نوروزی رضا شاه رو در کاخ خود او ضبط کرد و پیش از آغاز پیام رضا شاه به عنوان شادباش نوروزی برای نخستین سالی که رادیو آغاز به کار کرد، همین آقای سجادی خوانده بوده و صدای خوشی هم داشته و گویا رضا شاه به رضا شاه پیشنهاد شده بوده که او رو برای ادامه تحصیل به آلمان بفرستن و او گفته بوده نه، این رو نگه داریم، به درد کار خود ما میخوره. و خود او هم تعریف میکنه که رضا شاه از صدای او خیلی خوشش آمده بوده. سجادی میگوید که قوام، من در منزل قوام بودم و قوام معترض بود برای اینکه شاه فرمان نخست وزیر او رو بدون مشورت با او صادر کرده و پیام رو نوشته بود و به دست سجادی داده بود که سجادی برود در رادیو بخواند و خودش برود و با شاه در مورد شرایط نخست وزیر شدن در دربار ملاقات بکنه. من این سخن سجادی رو نمیتونم بپذیرم، چون سجادی از این نوع سخنان بدون هیچ نوع مدرکی زیاد گفته. از جمله در همون مصاحبه گفته که من در رادیو آن پیام این سخنرانی معروف آقای رزمارا رو که در اون گفته بود که کشوری که یک لوله هنگ هم نمیتواند بسازد چگونه میتواند صنعت نفت خودش رو ملی بکنه، من پخش کردم و با صدای خودم اون رو خوندم. میدانیم که این یک دروغ تاریخی است، چون این سخنان رو رزمارا هیچگاه نگفته. این سخن رو فروهر، یکی از وزیران رزمارا، وزیر دارایی رزمارا، در مجلس گفته و چون سخنرانی های مجلس گاه و بیگاه در رادیو پخش می شده، اون رو از رادیو هم پخش کردن. ببخشید آقای امینی، من در همون زمان 15-16 سالم بود، ولی خب علاقه داشتم به سیاست های اون دوره. منم در اون دوره شنیدم که رزمارا اینه تو مجلس گفته. بله، این گفته شده بود که در مجلس گفته، بعد هم گفتن که در رادیو هم اینو پخش کردن. من تمام مذاکرات مجلس رو در اون دوره خوندم آقای مهری. البته این رو به عنوان چیز مثبت نمیگم، با حالت دردناک میگم که همه مذاکرات مجلس رو از سال آغاز شهریور 20 تا سال 37 همه مذاکرات مجلس رو خوندم. هیچ نشانی از مذاکرات مجلس در این که رزمارا چنین سخنانی در مجلس، کار فروهر بوده پس. بله، مال فروهره. فروهر به نمایندگی از طرف رزمارا به مجلس می رود برای پس گرفتن طرح نفت. می دانید که در اون هنگام یک لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد شده. گسکلشاییان منظورتونه؟ بله بله، لایحه گسکلشاییان بوده و چون به نظر می آمده که مجلس دارد می رود پای رد این لایحه و این پیشنهاد، لایحه الحاقی و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت، فروهر می رود به مجلس برای پس گرفتن این لایحه و در اونجاست که میگوید که ما چنین نوع کشوری هستیم و نباید نفت رو ملی کنیم. ببخشید آقای امینی، بله برگردم به رشته تاجیش فروهر که نبوده. نه 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 خیر، خیلی این آقای فروهر وزیر دارایی است، دانش فروهر جوانی بوده در اون دوره، خیلی جوان بوده. بله، مثل با شما هم در یک جریان نزدیک گروهی حزبی تا حدودی با هم حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم. بله بله. در ضمن بگم که ما در اون حزب یک روزنامه دیواری داشتیم، اولین مصاحبه با داریوش فروهر من انجام دادم در اون خیلی روزنامه. داری دست این مصاحبه رو؟ بله داری این مصاحبه رو؟ نخ، همه اینا از بین رفته. برگردم به رشته گسسته کلام. من باور دارم که این سخن آقای سجادی درست نیست. خیلی هم گفتند از جمله آقای ارسنجانی، که چون میدونید که این نوشته رو به ارسنجانی نسبت دادن. ارسنجانی معروف بوده که مغز سیاسی و متفکر پیرامون سلطنه بوده و اون میگوید که سخت با این اطلاعیه مخالف بوده و وقتی رادیو شنیده
بسیار نگران شده نسبت به آینده سرنوشت قوام السلطنه. برخی میگویند که این نوشته سپهبدی است و اونست که در واقع این دستگل رو ارعاب داده. سپهبدی کی بوده آقای امینی؟ سپهبدی یکی از شخصیت‌های اون دوران هست که دربارش بسیار شخصیت پرسش برانگیزی در اون دوران هست که درباره رابطه با سفارت دولت بریتانیا و رفتارهای دیگری که در اون دوران انجام میداده داستانهای زیادی، اسناد زیادی در دست هست و از مشاوران هم بقایی بوده و هم قوام. یه سپهبدی بوده که در دانشگاه تدریس زبان فرانسه میکرده، استاد بله. بوده بله استاد بوده بله. همونه؟ همون هست بله، اشتباه نکنم همون هست بله. بله. افسون بر این من باور نمیتونم بکنم که قوام السلطنه که اون نامه بسیار بسیار استوار رو به محمد رضا شاه و نامه دوم رو به وزیر دربار او نوشت در مورد مجلس مؤسسان، آدمی که بسیار آشنا بوده با زبان فارسی با ادب فارسی، می تواند این شعر منوچهری رو چنین چی بوده شعرش؟ دست ببره درش. شعر منوچهری بوده باز دگر باره مهر ماه در آمد، جشن فریدون آبتین به بر آمد، عمر خوش دختران رز به سر آمد، کشتنیان را سیاستی دگر آمد. یعنی ما انگورا بله دیگه. ببینید اصلا مجموعه شعر درباره فصل کشت انگور و ساختن شراب هست، کشتنیان هست، چون میگوید که دهقان در بوستان همی سحر آمد تا ببرد جانشان به ناخن و چنگال. در مورد انگور مجموعه این شعر از جمله هنگامی که در مورد اینکه شیر یعنی انگور رو شیر دهدشان به پای مادر آژیر، یعنی از زمین شیر میخورن، کودک دیدی کجا به پای خورد شیر، در مورد انگور صحبت میکنه، در مورد درخت رس صحبت میکنه. و این یا جایی که میگوه بر سر گهوارهشان به در ننهاده، بر سر گهوارهشان به روی فتاده، مربحه سبز در دو دست همه سال. این مربحه باربزن و عربی و این مربحه یعنی همین برگ هایی که دور انگور هست که انگور رو خنک نگه میداره در درازای تابستان. این شعر زیبای منوچهری دامغانی در مورد انگورچینی است و شرابسازی ارتباط نداره. بگذاریم که آدمی ماننده عوام باید میدانسته که صفت و موصوف و چیزهای از این دست باید با هم تناسب داشته باشه. کشتیبان که سیاست نداشت، بعدم کشتیبان یک واژه نسبتا تازه تری در زبان فارسی است و به دوره منوچهری باز نمیگشته و گمان نمی کنم که آدمی ماننده قوام میتوانسته چنین نادرستی در یک بیانیه به خودش. اونو برادرش فارسی رو خوب میدونستن هر دو. بله برادرش که اصلا عضو فرهنگ با همه خیانتی که در مورد قرارداد 1919 وسوق و دوله کرد به هر گونه از آدم‌های بسیار با دانش تاریخ ایران بوده. شعرهای زیبایی هم داره. در دوره رضا شاه هم عضو فرهنگستان شد. بله. خب بنابراین این اطلاعی خودش، این بیانیه یکی از عوامل تحریک جامعه در برابر قوام السلطنه. البته تنها این هم نبود، هر دوم به راستی بر این باور بودن که مصدق رو برکنار کردن، نمی پذیرفتن که مصدق کناره گرفت، نمی پذیرفتن که مصدق خود استعفا داده و بازگشت مصدق رو می خواستن. نخستین بار در ایران که صدا و بانگ یا مرگ یا مصدق برخواست در همین بامداد 30 تیر است
که مردمی به خیابان ریختند و خواهان بازگشت مصدق به نخست وزیری شدند و این نخستین بار در تاریخ ایران است در دوران مشروطه که یک شورش مردمی بازگشت یک نخست وزیر مردمی رو از دولت از دربار درخواست میکرد. آقای امینی، من یادمه که خب هر روز میرفتم در صحنه های عملیات و تظاهرات، یه روز رفتم میدان بهارستان، گفتم 15-16 سالم بود، خب فروهرم میشناختم دیگه. بعد اون زمان مرکز حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم فروهر اول خیابون صفی علی شاه بود، کنار کتابخونه صفی علی شاه یه کوچه بود، اون ور کوچه. بله. بعد حضورتون عرض کنم که من یادم این ور خیابون وایساده بودم سر خیابون روبروی صفی علی شاه، بعد دور تا دور میدون نیروهای سرباز و چی و چی همه جمع شده بودن، کسی اجازه نداشت از وسط میدون بیاد رد شه. یک وقت دیدم فروهر از درون حزب فریاد کنن زن یا مرگ یا مصدق، آمد وسط میدان و بدون هراس اومد به این سوی میدان، بدون هراس از نظامیان. آره، بسیار بسیار شجاعی بود. بله، زن واقعا یادش گرامی بود. به هر صورت چیزایی که من یادمه الان سایه های بیش نیست. یادم یک بار هم یه برنامه باید بگذاریم برگی از تاریخ، من با شما مصاحبه کنم. اختیار داریم، من که کسی نیستم. آقای امینی، در ضمن موقعی که اعلام شد قوام سلطنه برکنار شده، من جلو مجلس بودم. جلو مجلس بودم. قوام سلطنه خودش استفاده، یعنی همون روز 30 تیر قوام استفاده. غروبش غروب بود. بله، نزدیک های غروب بود. نزدیک غروب جلو مجلس. بله. بعد حالا کی گفت بود بعد بریم اونجا من نمیدونم، ولی بشیر فرهمند اون زمان رئیس تبلیغات بود. بله، اون آمد این نامه رو خوند، نامه استعفای. بله، قوام سلطنه استعفا داد و همون شامگاه در یک جلسه ویژه نمایندگان مجلس به اتفاق آرا رأی دادن به نخست وزیری مصدق و همون شامگاه دقایقی پس از این رأی شاه رو امضا کرد و مصدق به نخست وزیری بازگشت و کشور آروم شد و این رویداد 30 تیر ماند در تاریخ ایران به عنوان روزی که مردم برای بازگرداندن نخست وزیری که به عنوان رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت شناخته شده بود و بر روی نخست وزیر هوادار دموکراسی و آزادی در ایران بود، در یک شورش خیابانی حکومت تن در داد به بازگرداندن او، یا دربار تن در داد به بازگرداندن او. اما 30 تیر این آغاز رو هم داشت که پس از بازگشت مصدق به نخست وزیری، کسانی که در جریان 30 تیر شکست خورده بودند دریافتند که مصدق رو از راه‌های قانونی نمیتوانند کنار بگذارند. من این رو در جلد دوم کتاب سوداگری با تاریخ اسنادش رو نشان خواهم داد. این رو از کسی شنیدم که خود او علم عمل بینا بود. بله، در پایان عمر در واقع این رو با دیگران در میان گذاشته بود که از همون فردای 30 تیر در یک نشستی که حالا فردا شاید منظورم فردای فردا نباشه، در یک نشستی که در کاخ برگزار شد پرسش پیش آمد که مصدق رو چگونه میشوان برانداخت و در این گفتگو بود که یکی از این دو برادر فرامرزی، احمد فرامرزی نه عبدالرحمن، عبدالرحمن و احمد هر دو نمایندگان مجلس بودند و احمد فرامرزی در اونجا عنوان میکند، این آقایی که در اونجا شرکت داشته گفته که رمز براندازی مصدق در جدا کردن کاشانی از مصدق و ما باید یک کاری بکنیم که کاشانی از مصدق جدا بشه و میگوید که از بامداد روز پس از آن تا
تیمسار باتمان ولیج بنا شد که هر روز بامدادان به در منزل آقای کاشانی برود و با سلام نظامی از ایشان بپرسد که آیا حضرت آیت الله امری دارن یا نه، و به این ترتیب کاشانی رو باد کردن و کاشانی رو تبدیل کردند به شخصیتی که ظاهراً از او بیشتر بیم و هراس دارند یا بیشتر به او اعتماد دارند. کاشانی هم آدم بسیار جاه طلبی بود و این جاه طلبی او تا جایی بود که معروف از انگامی که چیکاره بود اون زمان رئیس مجلس بود؟ رئیس مجلس بود. کاشانی در یادمانده هایی که از یاران خود او در دست ماست و از روحانیان برجسته اون زمان هنوز هم زنده هستند گفتند که کاشانی خودش رو برتر از آقای بروجردی میدانست و میگفت من آقای بروجردی رئیس شیعیان ایران هستم، من رئیس مسلمانان جهان هستم. مجله تایمز یک مقاله نوشته بود در مورد کاشانی به نام شیر ایران، عکس او رو انداخته بود و او رو به عنوان تایمز آقای امینی تایمز آخه روزنامه است. روزنامه است. و این رو خواندنی ها به عنوان شماره ویژه چاپ کرده بود و عکس کاشانی روی جلد انداخته بود. خب میدونید امیرانی از آدم های بسیار مربوط با دربار بود، با اینکه فردی که جان خودش رو در راه باور به برحال آنچه که رفتارش بود از دست داد در دوران جمهوری اسلامی به طرز بسیار بسیار بدی، ولی بر روی از روزنامه نگاران سخت مرتبط با دربار بود و این شماره رو چاپ کرده بود و این شماره خواندنی ها چند برابر بیشتر از ماه هفته های دیگر چاپ شده بود و شماری از این رو بردن منزل آقای کاشانی بهش تحویل داده بودن و میگویند که هر کس منزل ایشان میآمد یه شماره از این رو آقای کاشانی به اون میداد، میگفت بی سواد برو بخون. بی سواد رو هم با ته میگفت، بی سواد. بله این کاشانی رو باد کردن. کاشانی در جریان سیتی نقش مهم می داشت، با برانگیختن مردم کمک کرد، یاری رساند به بازگشت مصدق، ولی جدایی او هم از فردای سیتی را آغاز شد. یعنی او باور بر این داشت که باید نقش مشترکی با مصدق برای اداره کشور داشته باشه و مصدق زیر بار چنین کارهایی نمی رفت. پدر من می گوید که در یه دیداری که با کاشانی داشته همراه با لطفی، کاشانی از او خواسته که سه نفر از فرزندانش هم نماینده مجلس بشوند و پدر من توضیح داده که یکی از فرزندان شما بسیار بدنام و میکم سنش به این سن قانونی نرسیده و با اون لفظ بسیار ادبانه گفته که برای این سن رو کنار بگذار. من البته در این تلویزیون نمیتونم از این واژه‌ای که او بر زبان رانده بهره بگیرم. آدمی بود که میخواست پیرامونیانش به همه جا برسن، جاه طلب بود و از این جاه طلبی بهره جستن برای دور کردن او از مصدق و البته خب دیدگاه های محافظه‌کارانه هم داشت و میتوان گفت در پایان کار هم کاشانی اساساً با کودتاچیان همکاری کرد و همراه شد و این بهروی در جریان سیاسی خواستار اعدام مصدق هم شده بود. بله بله گفته بود که من اگر جای اگه دست من بود شما رو به دار آویخته بودم. اون در اون نوشته ایست که اعلامیه ایست که چند روز پیش از 28 مرداد بیرون داده و حتی در اون نوشته ای که به دروغ رو نسبت دادن در اونجا هم عملا مصدق رو تهدید میکنه. خب دیدار رو با سرلشکر زاهدی پس از 28 مرداد، کوشش او در به رسمیت شناختن مجلسی که ادعا می‌کردند منحل شده و همه کارها گواه بر این بود که کاشانی سخت با کودتا همکاری کرده. اسناد سیایه هم نشان می‌دهد که این رو البته در یکی از اسنادی است که تردیدی هم در اون نباید داشت، یعنی مصادره با کسی است که خود این $10,000 در پاکتی به احمد آرامش داده برای دادن به کاشانی. البته سندی در این که این پاکت به کاشانی رسیده باشه در دست نیست، ولی به هر حال به احمد آرامش دادن چون میدانستن که به کاشانی خواهد رساند. این پول رو در بامداد 28 مرداد به خانه به کاشانی رساندن. آقای امینی ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بفرمید که
ما میتونیم درباره کاشانی باز هم اطلاعات بیشتری دریافت کنیم و تأثیرش در رویدادهای بعد از شهریور؟ حتما، من فکر کنم شاید بد نباشه که برنامه هفته آینده رو اصلا به بررسی کاشانی از اون هنگامی که کاشانی شد بپردازیم. میدونید که کاشانی یکی از پشتیبانان رضا شاه در فراز او به پادشاهی بود، عضو هیئت مؤسسان، مجلس مؤسسان بود، در یادمانده های بهبودی رئیس دفتر رضا شاه بارها از دیدار کاشانی با رضا شاه صحبت میشود و حضرت اشرف البته به اون میگفتن در اون موقع. هنوز رضا شاه یاد داشته های بهبانی هم خواندنیه نه آقای امینی؟ بسیار خواندنی حقیقت داره اون چه می نویسه؟ حتما، در تردیدی نباید داشت، یعنی این یاد داشته هاییست که بیگمان یاد داشته های بهبودیست و در این یادداشت‌ها و در اسناد دیگری، یعنی می‌دونی که جزو نمایندگان مجلس مؤسسان بوده و با رضا شاه هم نزدیکی داشته، حتی مخالفت داشته با مدرس و آدمی نبوده که اصلا وارد سیاست بشه در این دوران و ورود او به حوزه سیاست در واقع میتوان گفت در دوران بعد از شهریور 20 آغاز شد و در هواداری از آلمان‌ها و به جرم هواداری از آلمان‌ها و رهبران طرفدار نازی و حزب کبود و دیگران به زندان و تبعید افتاد. میگن شاملو و همچنین زاهدی رو هم، یعنی تیمسار زاهدی رو هم در اون زمان گرفتن. بله بله، خب شاملو جوان بوده در اون دوران و به عنوان هوادار نازی ها. خب خیلی ها در اون دوران هوادار آلمان ها بودن، نمیشه گفت هوادار نازی بودن، بسیاری هوادار آلمان بودن، از جمله دوست مشترک از دست رفته هر دوی ما داریوش و همایون، او هم از آلمان خیلی پشتیبانی میکرد. راستی داریوش و همایون درباره کاشانی هم اطلاعاتی، یعنی ایده‌ای داشته، اگه اجازه بدین هفته آینده دربارش صحبت کنیم با اجازتون. خیلی ممنون ازتون، موفق باشید آقای امینی عزیز، منتظر آثار دیگرتون هستیم. همیهنان گرامی تشکر میکنم از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با سپاس از کارگردان برنامه خانم غزاله. شب و روزتون خوش.